سلام، اینجا پلاتو و ما با ویدیوی درگیری لفظی المیرا شریفی مجری تلویزیون با استاندار خوزستان که از دیروز توی فضای مجازی وایرال شده و اعتراض رضا رشیدپور به وزیر بهداشت برای فحاشی با شما هستیم. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو ببینیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. نظرتون رو هم برامون کامنت کنین تا با هم در ارتباط باشیم. لایک رو هم فراموش نکنید. درگیری این مجری تلویزیون با استاندار خوزستان در یک مصاحبه تلفنی اتفاق میفته. از اونجا که تو چند هفته گذشته استان خوزستان با کم آبی مواجه شده، استاندار رو به برنامه تلویزیونی میارن تا توضیح بده مشکل چیه. اما بعد از کلی آمار در مورد کارهایی که کردن و نکردن، المیرا شریفی موفق میشه از استاندار سوتی بگیره و همین موضوع باعث عصبانیت استاندار و جر و بحث بین این دو نفر میشه و نهایتاً المیرا شریفی زمانی که هنوز صحبتهای استاندار تموم نشده مکالمه رو قطع میکنه و اونو از برنامه بیرون میندازه. یعنی 700 تا روشتا میگین حالا تا قبل همین تنش آبی اخیر 700 تا روشتا لوله کشی آب نداره؟ نه، لوله کشی آب داشتن، تنش آبی داشتن. نه گفتین تا قبل تن اجازه بدین. لوله بعضیش تد بودن، بعضیش چا آبش پایین رفته بود. گفتین تا قبل تنش آبی 700 تا روشتا بازم بله، با تانکر آب رسانی شد و دولت هم کارهای بزرگی کرد. الان هم قسمت مهمه ای از پروژه ها کار بزرگ و چرا آخر شده این اگه کار بزرگ بودم. اگه خود شما میخوای صحبت رو من چی نگم، شما یه دقیقه صحبت من رو قطع میکنی، من نمیدونم چی میگم. خب برای این که آقا ببینی ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب ندارن، این که حالا کارهای بزرگ اگه انجام شده خب پس کو نتیجهش؟ بفرمایید آقا، یه دقیقه جنبندی کنید لطفا. بفرمایید. جنبندی من اینه که ما تنش آبی آب شور رو به سرعت سازماندهی کردیم برطرف بشه و آب کشاورزی هم داریم سازماندهی میکنیم، آب زیادتر راه میکنیم، همکاری میکنیم با خود کشاورزان، با خود مردم که بشینیم بهش بهترین شکلی با نظر خودش رو توضیح بکنیم، تقسیم بکنیم. آب این روستاهایی که الان دوچار کم آبی هستن، اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ اگر با تانکر داره آب رسانی میشه کی قراره که تانکر آب بهشون برسه؟ کدوم روستا شما فرمایشون؟ آقا شما آمار دادین 700 تا روستا، بعد اون گفتی 1000 خورده روستا آب نداره، بعد از من میپرسی کدوم روستا؟ برنامه ما روستای جنگل شما بفرمایید کدوم هستن تا من بگم. خیلی ممنون آقای سلیمانی دشتک، استاندار محترم خوزستان. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم. خداحافظتون. این نحوه پاسخگویی یه استانداره که بگی مردم آب ندارن، از کارهای بزرگ صحبت میکنن، کارهای بزرگی که اگه نتیجه داده بود. خب غیر از المیرا شریفی، نفر بعدی که ویدیوی اعتراضش به یک مسئول وایرال میشه رضا رشیدپوره. اما ماجرای این اعتراض از اونجا شروع میشه که نمکی وزیر بهداشت در یک جلسه با حضور نماینده های سیستان و بلوچستان شروع میکنه به فحش دادن. حالا من وارد اون فضا نمیشم، فرمایشات اون مطالبی که شما فرمودید هم ماهیت حقوقی دارد هم ماهیت قضایی دارد و ثابت هم قطعا خواهد شد که این بحث میذاریم برای انشالله جلسات بعد. بندرم از این حرفا نترسونید آقای زاده، من نمیترسونم. ما رو مینیم، ما اومدیم روی مین، منو از این چیزا نترسونید. اشکال نداره. از پیگیری شما، من روزی که روی این مین آمدم برای تیکه تیکه شدن آمدم. ما هم آقای دکتر، ما هم اجازه نمیدیم هر کس ناکس به مردم استانمون توهین بکنه به هیچ عنوان. شما چرا سیانمایی میکنید به مردم؟ به جای این کار باید عذرخواهی کنید از مردم. اجازه رو ما به شما نمیدیم. شما که عددی نیستی که با اینجا ما. رضا رشیدپور هم به این فحاشی وزیر واکنش نشون میده و با ویدیویی به اون اعتراض میکنه که نباید از کوره در بره و فحاشی کنه، چون به عنوان یک وزیر وظیفه داره به خودش مسلط باشه. از نظر رشیدپور قبح فحش دادن توی جامعه از بین رفته و هیچکس مراعات هیچی رو نمیکنه. میدونید چرا من رضا رشیدپور سخنگوی وزارتخونه ای نشدم؟ یا من رضا رشیدپور چرا وزیر نشدم؟ نکته اول اینه که من علم و دانششو ندارم و بلد نیستم. دلیل مهمترش اینه که من در شرایط عصبانیت
در شرایط فشار روحی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. بنابراین من نباید وزیر بشم. کسی رو منصوب میکنن به وزارتخونه، به استانداری، به شهرداری، هر جا. اولین ویژگی اون آدم باید این باشه که مسلط به نفس، مسلط به بحران و مسلط به اعصاب خودش باشه. پس اگر من اون زاویه انسانی رو بذارم کنار که آقا رفیقیم، حالا هموطنیم، یا آقای نمکی هم عصبانی شده یه چیزی گفته، یا آقای جهانپور هم حالا یه چیزی گفته، اون زاویه انسانی، همشهریگری و نمیدونم هموطن بودن و اینها. اما آقای دکتر نمکی، شما وزیر هستید. اگر بین شما و من رضا رشیدپور که وقتی عصبانی میشم نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، بین من و شما نباید فرقی وجود داشته باشه. یا آقای دکتر جهانپور، نه فقط اکانت‌های توییتری ایرانی، بلکه شما در تمام جهان به عنوان سخنگوی سیستم بهداشت و درمان ایران الان به خاطر کرونا شناخته شدید. من وقتی میخوام بیام یه کلمه ای رو بنویسم، من رضا رشیدپور شاید خطا بکنم، حواسم نباشه چه کلمه ای رو دارم می نویسم، اما شما سخنگوی اعتبار و عزت یک ملت هستین. الان سیستم های بهداشت و درمان در جهان به جهات مختلف شدن تابلوی اقتدار اون مردم، تابلوی عزت و کرامت این مردم. شما با هیچ توجیهی به سبب جایگاهی که دارین، آقای سخنگو، آقای وزیر، با هیچ توجیهی شماها نباید کلماتی رو به کار ببرین که من اگه بچم چون این حرفی رو بزنه حتما لب خودم گاز میگیرم، بعد میرم گوشش رو میپوچونم میگم این حرف رو نگو. بعد شما در مقام وزیر، در مقام سخنگو چجوری ممکنه؟ یعنی ما در سالهای اخیر روندی رو داریم طی میکنیم در قبح‌زدایی، انگار چیزایی که قبلن برای ما تابو محسوب میشد، قبیح بود، میگفتیم مراعات کنیم در جمع جلوی بزرگتر، حالا در انواع و اقسام و حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، رفتیم سراغ انگار قبح‌زدایی. ایشالله که ناخواسته است. و در هر صورتی من از آقای دکتر نمکی و آقای دکتر جهانپور در کنار اینکه از زحماتی که کشیدن و میفهمم فشارها رو، میفهمم سختیها رو، میفهمم مشکلات رو، اما در کنارش واقعا توقع نداشتم. نظر شما در مورد اعتراض این دو مجری چیه؟ به کدومشون حق میدین؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنین. غیر از این ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین.